حالا از اون پنی که دانلود کردیم استفاده میکنیم. اون پنو عکسشو بیاریم. پنو منتقل میکنم تو پروژه، عکسشو حتما میبندم. خب این عکس پنمون اشکال اینو داره که یه ذره کجه دیگه، میخوایم صافش کنیم. برای خودمون یه خطی اینجا میذاریم، بدونیم خط صاف چیه. کنترل تی میزنیم، اینو اینقدر دوران میدیم تا عمود شه. وقتی راضی شدیم آزادش میکنیم. برای تاییدش یا این گوشه رو میزنیم یا اینتر میزنیم. پس دوران جاش کجاست؟ کنترل تی. خب اگه بخوام این عکس، خیلی خوبه برای جدا کردنش، میتونم از چه روش استفاده کنم برای اینکه اینو از توی این بک‌گراند سفید دراریم؟ چه روشی پیشنهاد میکنید؟ چی؟ استامپ. کی میگه استامپ؟ نه نه اسم داره دیگه. یا مارکو پیشنهاد میدی یا لسو یا ماجیک؟ کدوم؟ چرا؟ نه چی؟ آه ماجیک چون بر اساس رنگ عمل میکنه، اینجا ما کنتراست داریم، تضاد داریم. یک کلیک بکنی، ببخشید این یکیش، یک کلیک بکنی خیلی راحت سفید و برات میگیره. اما میخوام یه روش جدید درس بدم، بهش میگن ماسک. ماسک از همه اینا دقیق تره. منتها ماسک کی استفاده میشه؟ وقتی میخوای یه بچه رو یا یک انسان رو که موهاش دیده میشه از مثلا جنگل جدا کنی. خب این تار موهای ریز فرو رفته توی تصویر جنگل، یعنی پشتش درخت و شاخه و آشفته است. ماسک به هیچ روشی جواب نمیده. بخواید لای موهاشو خالی کنی، فقط همچی که جواب میده ماسکه. یا مثلا یه آدمو میخوای از توی یک منظره خارج کنی. من روی این با ماسک آموزش میدم. یه روش دیگه هم هست که اون خیلی دیگه دقیقه و جدیده که تو پیشرفته ما درس میدیم. خب بریم جلو. اون خیلی سخت. برای ماسک این پایین کلید ماسک رو میزنید. الان کلید ماسک رو زدید، رفته داخل. یکی از ابزارهای رسم و مثل مثلا براش رو برمیدارین، سرقلمش رو اول برای قسمت‌های درشت آماده میکنید. الان وقتی که رسم میکنید یه رنگی میخوره اینجا، میبینید؟ شما هر وقت آزاد کنید ماسکو، این رنگ تبدیل به ناحیه انتخاب میشه. ببینید من اپاسیتی ماسکو ببرم بالا. ماسکمون آن اشکالی تو کاره، ببینیم چیه. درست شد. این کلیدش دستم خورده بود، آزاد شده بود. اینو این باید باشه تا ماسک درست عمل کنه، باید فشرده شدش. جریان اینه که شما میای مثلا روی اینو رنگ میکنی، زمانی که اینو آزاد میکنی خارج از این انتخاب میشه. حالا برای اینکه بیاد داخل چیکار باید بکنی؟ اینورس، سلکت اینورس.
حالا قلم انتخاب میشه. گرفتیم؟ به روش پوشوندن قلم با یه رنگ این انجام میشه. حالا میم انجام میدیم. خب حالا انجام میدم دیگه. اون تستش باید با چشمتون آماده کنیم. میریم جلو. اول با این براش بزرگ شروع میکنید. او باید اینو فشار بدید. شروع کنید رنگ کردن. اول با یه براش بزرگ جاهای وسط رو رنگ میکنید. روشیه که خیلی حوصله میخواد ولی نتیجه خیلی عالی داره. اگه یه موقع دستتون رفت بیرون اشکال نداره، بعدم با پاک کن میشه پاکش کرد. خوبی این روش اینه که هی اصلاح میشه تا شما راضی باشی. خب حالا سرقلم رو یه ذره ریزتر میکنی. اینجور جای صاف میشه یک کلکی زد، یک کلیک کرد، شیفت نگه داشت، اینجا زد، خودش یک خط صاف رو برات رسم میکنه. اینجا انجام میدم، یک کلیک شیفت، هر جا دستتو دوباره بزنی خط صاف میشه. بنابراین من اینجا میذارم شیفت اینجا، یک کلیک شیفت اکثر مجلاتی که شما میبینین عکس یه نفر رو درآوردن، واقعا هیچ مثلا بازیگر سینمایی وقت نداره که بیاد مثلا بره تو شمال کنار دریا وایسه از خودش عکس بگیره. چرا؟ چون یه مجله میخواد اون بازیگر رو کنار دریا نشون بده. چنین وقتی کسی نداره، حتما جداش میکنن و فتوشاپ میزنش کنار دریا. به همین رو بعضی هم اینجوری کار نمی کنن، مثلا ترجیح میدن همه شو قرمز کنن، اضافه شو پاک کنن، برن پاک کنو برمی دارن، خیلی راحت میان اینجا و اضافه یه چیزو پاک میکنن. قدرت پاک کنو برگردم سرش. ببینید اینم یه روش دیگه. خب تقریبا دیگه داره تموم میشه. زوم میکنیم راحت تر. علت این که آدم آشپزیش خوب میشه معمولا اینه که دائم چهره مهمونا رو تصور میکنه که دارن غذاشون رو میخورن، میگن به به کار خودتونه، چقدر شما هنرمندی، ماشاءالله فلان از این حرف. حالا اگه شما چهره بیننده های پوسترتون رو هی تصور کنین که مات و مبهوت جلو ایده شما وایستادن، بهتون انرژی میده که در واقع مادر پیشرفت انسان خودنماییه. اینه که هی فکر کنین که همه دارن جلو پوستر شما به به چه چه میکن، در این صورت حتما پوسترتون خوب میشه. حرفای علکی بزنین، ادا روشنفکرا رو دارین که نه ما برای خودنمایی کار نمی کنیم، ما فقط دنبال ارتقای دانش ایناییم.
عمرتون رو هدر دادی. فقط خودنمایی انسان رو رشد میده، یادتون باشه. قال طوفانی. خب اینو میزنم، ماسک رو خارج میکنم، ببینید انتخاب شده، اینو زدم ماسک اومد، اینو زدم ماسک آزاد شد. الان انجام میدم این زرد، نه این ورس. الان ماسک رو میزنم میرم اینجا، احتمالا اینجا قرمز زده بیرون، ببینید خب اینو درست کنم، دوباره ماسک رو میزنم، پاک کنه برمیدارم، میرم اینجا رو پاک میکنم قرمز. اینجا اشکال داره، اینو میزنم اینجا رو که باید یه ذره پاک کنی، اینجا یه ذره باید قرمز کنی. میبینی؟ اینجوری اصلاح میکنی. اینجا ببین چه شکلی شده؟ اینا رو باید خودتون درست کنی دیگه، من حالش ندارم. اوه حواسم نبود، ببخشید. ماسک رو باید بزن. همیشه هم نباید از براش استفاده کنی، میتونی از لسو استفاده کنی، مثلا برای همچین جایی میتونی بری از این استفاده کنی، بکشی. یا حرفه‌ای ها میدونی چیکار میکنن، میان از این پن استفاده میکنن، اینو میکشن بعد قوسش میدن. خیلی کار اگه ارزش وقت گذاشتن داشت، تک تک این سوراخ ها رو میشه اینجوری دقیق رسم کرد، شکلشو کشید. برای کارهایی که ارزش زمانی داره این کارو بکنید. ببینید این الان خیلی دقیقه. بعد اینو با فلش مشکی تبدیل میکنی به سلکشن. خب الان رو ماسکیم دیگه، درسته؟ کلید ماسک فشرده است. اگه دیلیت بزنی چی میشه؟ این محل انتخاب از ماسک کم میشه. ببینید الان منها شد، یعنی در واقع قرمز پاک شد، درسته؟ حالا نگاه کنید، از یکی از روشش اینه که شما بیایی با پن این کار رو بکنی. خیلی خوب، الان همه چیز به جز خودکار انتخاب شده، فضای خارج خودکار انتخاب شده، از اینجا تا اینجا. اگه دیلیت بزنیم چی پاک میشه؟ بگم فضای خارج از خودکار انتخاب میشه، خودکار پاک میشه. الان دیلیت بذارم چی پاک میشه؟ سفید به بیرون. خب هم میتونم دیلیت بزنم، هم میتونم سلک اینورس کنم. خانوم سلک اینورس میشه، اینو بزنم خودکار انتخاب شه. حالا چجوری باید خودکار بیاریم بیرون؟ یا کنترلتی بزن، مارکو بزن، لسو بزن، یا اینورس نمیدیم سی؟ نه کنترل ایکس کات، ادیت کات، کات هم بزنی خودکار میاد بیرون، ادیت پیست یا همون کنترل وی میاد بیرون، شد یه لایه جدید. این یه روش، یه روش هم همون دیلیت زدن بود که شما باید حرفه‌ای باشین، اینقدر وقت نذاری. ببین الان همه چیز به جز خودکار انتخاب شده، از یه دیلیت بزنی خودکار میمونه، تموم شد دیگه، نمیخواد کات کنی پیست کنی، سلک اینورس کات پیست. خب خودکار اومد بیرون، تموم. اینو میخواست. حالا بریم جاده رو بیاریم. این هم اسمش میزه ماسک. حالا فوتوشاپ CS5